و منم در همون لحظه اول پرسیدم که این 737 مکس بود یا ورژن دیگری بود، که اون گفت من نمیدونم. رسانه های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردن بالا. هر روزانه هی 100 نفر بردن بالا تا از 1000 به هر حال عبور کردن. خنده و شوخ طبعی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام صحبت کردن درباره دو فاجعه اخیر تو ایران، حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و کشتار صدها تن از معترضان در آبان ماه. این چیز خیلی عجیبی بود، اصلا آدم باورش نمیشد واقعا که همچون حادثه اتفاق افتاده باشه. بنابراین کل ماجرا، الان کرونولوژیش ما برای شما از اول تا آخر گفتیم تو این مصاحبه، کل داستان این بود. در حالی که هنوز هزاران نفر تو ایران به خاطر این دو حادثه داغ دارن، حسن روحانی هنگام صحبت از اونا شوخ طبعیش گل میکنه. اما وقتی روحانی از کشته شدن قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس توسط نیروهای آمریکایی حرف میزنه، دیگه از شوخ طبعی و لبخند خبری نیست. شهادت ناجوانمردانه سردار بزرگمون سردار سلیمانی که برای همه مردم ما یک واقعه بسیار سخت تحملش و در این حال حضور با شکوه مردم نشون داد که مردم مسیر و راهی که انتخاب کرده اند به درستی ادامه خواهند داد. احتمالاً دلیل این تناقض تو رفتار رئیس جمهور ایران تفکیک مردم به خودی و غیر خودیه، تفکیکی که روحانی در بخش دیگه ای از صحبتاش درباره کشتار آبان ماه انجام داد. از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند. اما حسن روحانی روز یکشنبه یه بار دیگه تلاش کرد که بگه او و دولتش تو ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی بی تقصیرن و به مردم دروغ نگفتن. روحانی این بار تلویحاً گناه رو به گردن خامنه ای انداخت. روحانی گفت دولتش مسئولیتی برای توقف پرواز هواپیماهای مسافربری به خاطر مسائل نظامی امنیتی نداره و این کار رو باید ستاد نیروهای مسلح انجام بده، نهادی که تحت نظر رهبره، ولی ستاد نیروهای مسلح این کار را انجام نداده. کلیر شدن آسمان به عهده کی بوده؟ ببینید آسمان، یعنی آسمان ما بازه، همه هواپیما دارن رفت آمد میکنن به طور طبیعی. در یک شرایطی آسمان باید در یک بخشی تو یک روتی به هر حال باید بسته بشه. اینجا باید هواپیمایی کشوری نوتام بده و اعلام بکنه که این مسیر از این ساعت تا اون ساعت یا این روز تا دو روز یا هر چی که هست بسته. این رو هواپیمای کشوری اعلام میکنه، منتها اینکه کی باید به هواپیمای کشوری بگه که این نوتام رو بده، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست. یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چیکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هرچه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی، یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی، اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم. همین روال هم بوده در طول این 41 سال، همیشه روال این چنین بوده. روحانی همچنین ادعا کرد که اون خودش جمعه بعد از ظهر، یعنی حدود 3 روز بعد از سرنگونی هواپیما، متوجه شده که این ماجرا کار سپاه بوده. روحانی گفت سپاه تا اون لحظه به دولت دروغ میگفته و ادعا میکرده که موشکی شلیک نکرد. خب میبایست یه مقام مسئولی به ما اطلاع میداد که این اشتباه رخ داده. بله، ما یک تخمینهایی تو ذهن ما مخصوصا از روز پنجشنبه تو ذهن ما بود،
اما در این حال اون مقام مسئول میباید رسما به ما میگفت این شده یا نشده. به هر حال ببینید در موضوع هواپیمای اوکراینی، خب حادثه صبح چهارشنبه اتفاق افتاد و ما هم صبح چهارشنبه در دولت بودیم، در واقع بعد از اون حادثه در دولت بودیم. اون چه در دولت مطرح شد یک سانحه بود، یعنی اون که وزیر راه آمد مطرح کرد موضوع را یک سانحه بود و منم در همون لحظه اول پرسیدم که این 737 مکس بود یا ورژن دیگری بود، که اون گفت من نمیدونم. که من گفتم ببینیم یه ورژنی است که حادثه ساز هست در این مدت یا نه یه مارک دیگری بوده، که خب معلوم شد که اون تایپ نبوده. به هر حال بعدش ما بعد از ظهر اون روز شورای عالی امنیت ملی داشتیم، البته نه برای هواپیمای اوکراینی، برای مسئله عین الاسد، عکس العمل‌های احتمالی آمریکا و این گونه مسائل. بعد از ظهر روز چهارشنبه ما شورای عالی امنیت ملی داشتیم، سه تا حدود 5:30 جلسه شورای عالی امنیت ملی ما بود. در اون جلسه هم گرچه بحث هواپیما بحث اصلی ما نبود، ولی آخر جلسه که مطرح شد باز هم مسئله سانحه مطرح بود نه چیز دیگه. شبش که رئیس جمهور اوکراین با من صحبت کرد، لحنش یه مقداری متفاوت بود. او یک احتمالاتی رو میداد یا اطلاعاتی رو برخی از کشورها به او داده بودند. و من هم شب با وزیر راه صحبت کردم مفصل در این زمینه، که خب او باز هم میگفت که این سانحه‌ای بوده و خبری نبوده، به دلیل اینکه پدافند هوایی کشور میگفت شلیکی از طرف ایران صورت نگرفته. پنجشنبه خب یه مقدار شبهات ما بیشتر شد، من باز با مسئولین هم صحبت کردم. شب جمعه یعنی غروب پنجشنبه که من با ستاد کل صحبت میکردم، تقریبا این احتمال دیگه قوی بود، البته تیم بازرسی اونها هنوز گزارش نداده بود، ولی احتمال قوی بود که این حادثه رو خطایی صورت گرفته در پدافند. من به ایشون گفتم که اگر شما همینجور فکر میکنید به این نتیجه رسیدید، الان اعلام کنید، اعلام رسمی بکنید که این خطا رو. گفت که نه، ما هنوز یه شبهاتی داریم، فردا در دبیرخانه شورای امنیت ملی ما یه جلسه داریم، اونجا بررسی میکنیم نهایی میکنیم. گفتم باشه، اگر شبهه شما دارید خب اونجا بررسی میشه. به هر حال اونا مقامات مسئول باید به ما گزارش رسمی بدن. ظهر اونا قبل از ظهر در شورای عالی امنیت ملی جلسه‌ای داشتن، بعد از ظهر من سوال کردم، تقریبا دیگه پاسخ اونها روشن بود که جنبندی ما اینه که بله یه خطای انسانی صورت گرفته. مثلا ساعت 2-3 بعد از ظهر روز جمعه بود. من گفتم اگر این چنینه اعلام کنید. گفتن خب ما داریم بیانیهش مینویسیم. خب ساعت 4:30 بعد از ظهر رئیس ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح با من تماس گرفت و اونجا رسما به من اعلام کرد که این خطا صورت، یعنی اولین لحظه‌ای که به طور رسمی به من اعلام شد 4:30 بعد از ظهر جمعه بود. و من همون لحظه هم گفتم پس همین الان اعلام بشه. گفتن باشه. بعدش دیدم اعلام نشد، پرسیدم، دیدم در نهایت تصمیمی گرفته شده که جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه. من گفتم اگر یه همچون تصمیمی هست همین امشب تشکیل بدیم و شب، یعنی جمعه شب یا شب شنبه، ما جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادیم. اونجا بحث مفصل شد، کاملا ابعاد قضیه روشن شد، بیانیه‌ای هم که ستاد کل آماده کرده بود در اون جلسه مطرح شد و تصمیم نهایی اتخاذ شد که اعلام بشه رسما و مسئولیت رو بپذیرن. که من ساعت 12 شد دیدم اعلام نشده، تعجب کردم. به هر حال صبح اعلام شد، یعنی صبح شنبه اعلام شد. میشد چند ساعتی یا لااقل مثلا شب جمعه این اعلام بشه، یه مقدار این پروسه ها رو تسریع بکنیم. همون نیروی مسلحی که برای ما در طول تاریخ افتخارات فراوانی را آفریده،
آمد این اشتباه رو به عهده گرفت، از مردمم عذرخواهی کرد. منم اینجا ستایش میکنم از نحوه کار سپاه پاسداران انقلاب ده. البته همه شواهد و قرائن نشون میده که دولت از ابتدا مطلع بوده که سرنگونی هواپیما توسط سپاه بوده. بهترین سند هم مکالمات خلبان پرواز شیراز تهران هواپیمایی ماهان با برج مراقبت فرودگاه امامه که از مشاهده شلیک موشک و از سقوط هواپیما خبر میده. یه سری لولای مثل موشک چیزی هست. 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟ ملش رو من نمیتونم تشکیز بدم ولی فکر کنم طرف پیام کردن جنا بشن. چند مایلی کجا؟ الان ما نورش رو میبینم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده چجوریه نورش به چه صورتیه؟ نور موشک دیگه مهندس جان انفجار بود، یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم، نمیدونم چی بود. سازمان هواپیمایی کشوری تحت نظارت دولته و دولت قطعا از این مکالمه با خبر بوده. در ضمن خود حسن روحانی تو کنفرانس خبری روز یکشنبهش میگه رئیس جمهور اوکراین هم همون روز بهش گفته که طبق اطلاعاتی که از کشورهای دیگه دریافت کرده هواپیما توسط یک موشک سرنگون شده. اما حسن روحانی درباره آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه هم یه بار دیگه نشون داد که هیچ رابطه و علاقه‌ای به شفافیت و صداقت نداره. روحانی فقط آمارهای منتشر شده توسط رسانه‌های خارجی رو تکذیب کرد و به جای اعلام رقم واقعی گفت سازمان پزشکی قانونی این آمار رو داره و اگه دوست داشت منتشر می‌کنه. منظور روحانی این بود که مسئولیت این کار هم با اون نیست، چون سازمان پزشکی قانونی تحت نظارت قوه قضایی است. در این حادثه البته رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری یه بردم بالا، هر روزانه هی 100 نفر بردم بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیحه. این ارقام از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستن، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور می‌کرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن، یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنی که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره.